افشای تنظیم پیشنویس قرارداد همکاری با سیناواک چین در سند مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری که به دست ایران اینترنشنال رسیده و اعلام خرید واکسن چینی کرونا واک سیناواک که هنوز آزمایش های بالین فاز سومش را نگذرانده با واکنش سریع معاون وزارت بهداشت مواجه شد. علیرضا رئیسی گفت اگه قرار باشه از چین واکسن بخریم، اون واکسن سینوفارمه که فاز سوم رو هم گذرونده و تاییدیه هم داره. قرار نیست واکسن سینوواک چینی خریداری بشه و تزریق واکسن کرونا شفاف و مشخص خواهد بود. همین واکنش کافی بود تا ابهام حول و حوش خرید واکسن چینی بالا گیرد. اگرچه روشن نیست آیا مقامات گفتگو کننده با چینی ها وزارت بهداشت را در جریان گذاشتند یا اینکه وزارت بهداشت از ماجرا خبر دارد و مخالف این تفاهم نام است. در حالی خرید واکسن چینی سینوواک از سوی معاونت وزارت بهداشت تکسی می شود که وزیر همین وزارتخانه می گوید مذاکره برای تولید مشترک واکسن با یک کشور خارجی هم در حال انجام است. واکسن دیگری رو داریم با یک کشور سازنده واکسن دنبال میکنیم. همکاران من الان در حال مذاکره هستند. انشالله در انستو پاستور ما فاز 3 آزمایشات بالین روی انسان رو از بهمن ماه روی اون واکسن هم شروع خواهیم کرد. سعید نمکی به اسم آن کشور خارجی اشاره نمی کند. اما در همین گزارش مرکز مطالعات استراتژیک به روشنی راه های تامین واکسن نشان داده شده. علیرضا رئیسی در واکنشش به خبر خرید واکسن چینی سینوواک از واکسن سینوفارم اسپورت، واکسنی که در همین سند هم به آن اشاره شده بدون اینکه صحبتی از قرارداد و همکاری باشد. ضمن اینکه سینوفارم مراحل فاز سوم را گذرانده و اجازه استفاده اضطراری در چین را گرفته. در اینجا هم که از همکاری ایران با کوبا گفته شده. واکسنی که آزمایشش در همه مراحل ابتدایی است و هنوز به مرحله سوم نرسیده. در اینجا هم صحبت از همکاری با روسیه جهت تولید واکسن است. آنچه که از حرفای جدید وزیر بهداشت برمی آید، منظور او از آن کشور خارجی یا همان سینوواک چین است یا اسپوتنیک روسیه، چون هر دوی اینها طبق این سند در مسیر مطالعات فاز سومند. آنچه که در این بخش می‌بینیم، هشدار نسبت به آوردن اسم واکسن چینی در ایران هم هست. به نظر می‌رسد تنظیم کنندگان این گزارش از واکنش افکار عمومی در داخل ایران نگرانند. به ویژه که نام چین وسط باشد. هر شکس با جرأت می‌توان گفت جمهوری اسلامی تنها کشوری در جهان است که در خرید واکسن خارجی با شهروندانش رو راست نیست و نمی‌گوید از کجا و چگونه قرار است آن را تهیه کند. لیلا سعادتی، ایران اینترنشنال.